سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که عالی باشید. من اسفی هستم، در خدمتتونم با این ویدیو. بریم ببینیم که فردا پنجشنبه چه خبری توی بازی. اول از همه بریم سراغ کمپین ای فوتبال فستیوال که دو هفته پیش این کمپین رو بازی اضافه کرد کنامی و هنوز یه هفته دیگه ازش فرصت داریم که حالا اصل جوازشو که تونستیم به دست بیاریم. اون تو هنوز هفته بعدی میتونیم حالا شانس رایگان و لاگین بونوس ویژه از طریق این کمپین داشته باشیم. هفته اول کمپین ما لاگین بونوس ویژه ای ایکس پی رو داشتیم که هر روز بهمون یه دونه ای ایکس پی 10 کوی میداد. این هفته ما لاگین بونوس ویژه اسکیل توکن رو داشتیم که هر روز میتونستیم یکی دونه اسکیل توکن به دست بیاریم و هفته آینده هم قراره که پوزیشن بوستر بتونیم به دست بیاریم، اونم روز یکی. تو این قسمت اسپیشال لاگین پرزنتش ما قرار بودش که شانس رایگان میتونیم به دست بیاریم که حالا اصلی کاریاشون دو تا از قرعه اپیک، یه دونه از قرعه شوتام. هفته اول دوم اومد و قرعه اپیک رو بازی اضافه کرد و ما تونستیم شانس رایگان اپیک رو به دست بیاریم، ولی هنوز یه دونه شانس رایگان از قرعه شوتام داریم. پس میتونیم بگیم که قرعه‌ای که فردا قراره بازی اضافه بشه یه قرعه شوتام و ما از این قرعه شوتام قراره یه دونه شانس رایگان داشته باشیم. روز دوشنبه کنامی اومد باکس شوتام یانگستار وله 1 رو بازی اضافه کرد به حضور هالند و کول پالمر و همینطور نیکو ویلیامز. از این وله 1ش میتونیم بگیم که این یه وله 2 هم قراره داشته باشه. فردام که قراره ما از یه قرعه شوتام یه دونه شانس رایگان داشته باشیم، پس این احتمالش وجود داره که بخواد قرعه شوتام یانگستار وله 2 رو فردا پنجشنبه بازی اضافه بکنه. شاید هم بخواد یه قرعه شوتام دیگر رو فردا رو بکنه و وله 2 این قرعه شوتام بذاره برای روز دوشنبه. ببینید که میخواد چیکار بکنه کنامی. پیشبینی‌های مختلفی شده از قرعه یانگستار وله 2 که کنامی میخواد اینو به بازی اضافهش بکنه. توی یکی از پیشبینی‌ها ما جمال موسیالا رو داریم، رافائل لیائو در کنار دروازه‌بان آتالانتا یعنی کارنسچی. توی این پیشبینی هم حالا جمال موسیالا رو داریم، نونو مندس رو داریم و کوبی ماینو. حالا ببینید که برای وله 2ش میخواد کنامی چه بازیکنه داخل قرعه بذاره. پنجشنبه قبلی کنامی اومد و دو تا کمپین وینر رو بازی اضافه کرد. کمپین وینر برای تیم ملی آرژانتین و همینطور برای تیم ملی اسپانیا که حالا میتونستیم ازشون شانس رایگان به دست بیاریم. از هر کدوم از این قرعه میتونستیم سه تا بازیکن رایگان حالا به دست بیاریم که اینا هم فردا مهلتشون تمام میشه. از این کمپین ایفال فستیوال فقط یه هفته مونده. حالا ببینید که برنامه کنامی چیه، میخواد فردا کمپین جدید رو بکنه یا اینکه کمپین جدید حالا گذاشته زمانی که ایفال فستیوال هفته بعدی تمام بشه اون زمان رو بکنه. کمپین ریست رایگان هم که پنجشنبه قبلی بازی اضافهش کرده بود، یه هفته دیگه از این کمپین فرصت داریم که حالا میتونیم تو این هفته هر بازیکنی که دلمون خواست رو بتونیم راحت ریستش بکنیم. بریم سراغ قرعه پیوتی دبلیو، بازی خاصی که برگزار نشده، لیگ هم که تعطیلن. پنجشنبه قبلی هم که اومد و قرعه انکوردستار بازی اضافه کرد، پس فردا هم دیگه ما یه قرعه انکوردستار قراره داشته باشیم تو بازی با حضور 30 تا بازیکن پوتو. ببینیم که کنامی برنامه‌اش چیه و میخواد چه بازیکنی رو داخل قرعه پوتو انکوردستار فردا بیاد بذاریم، اونا که بازیکن خوبی باشن. این هفته ما از قرعه پوتو هم شانس رایگان نداشتیم که احتمالاً فردا بتونیم از قرعه پوتو یه دونه شانس رایگان هم بگیریم. اینجا من یه دونه شانس رایگان از قرعه آرژانتین دارم. بریم اون دیگه بزنیم ببینیم که کدوم بازیکن میتونیم از بین 5 تا درش بیاریم. بریم سراغ قرعه آرژانتین و اسکیپش بکنم خیلی سریع و آلوارز. و حالا بریم سراغ قرعه پلرافت سیزن یا همون قرعه پوتس که 4 هفته از کنامی داره قرعه پلرافت سیزن به بازی اضافه میکنه. ما از لیگای اسپانیا، ایتالیا، انگلیس و همینطور لیگ فرانسه قرعه پلرافت سیزن داشتیم تو بازی. این هفته هم که قرعه پلرافت سیزن از لیگ ایتالیا به بازی اضافه کرد که اینم مهلتش فردا قراره تموم بشه. حالا ببینیم که جایگزین میخواد بکنه یه قرعه پلرافت سیزن از لیگ دیگه به بازی اضافه بکنه یا نه. یه سری شایعات هم این وسط هستن که میگن آقا قرعه پلرافت سیزن رو از 4 تا لیگو که گذاشت کنامی، شاید بخواد برای قرعه بعدیش که مثلا فردا بخواد بازی اضافهش بکنه بره سراغ پلر اف دی سیزن از کل باشگاه‌های اروپایی که واقعا میتونه باکس خفنی از آب در بیاد. فکر کن فردا یه همچین باکسی رو ببینیم تو بازی، واقعا میتونه باکس خیلی خفنی باشه. حالا اینجا فودنو گذاشتن، سوبوسلای، برونو فرناندز، سالیبا، کیمیش، دیمارکو، رافینیا، چوکوئزه، واقعا باکس خیلی خفنی میتونه از آب در بیاد، ولی ببینید که کنا میخواد اینو اضافهش بکنه یا نه. تو این قرعه ایتالیا هم که دیگه بهتریناشون همین کیوراسخلیا و چانالوغلو اینا هستن، من یه دونه شانس رایگان از این قرعه دارم که هنوز نزدمش. بریم هم دیگه شانس رو خیلی سریع ساین بکنیم. 3 2 1 بریم داخل ورزشگاه. امیدوارم که کیوراسخلیا رو تونیم در بیاریم از این قرعه. برو سراغ بازیکن اول ببینیم کدوم بازیکن نصیب ما میشه. دیگه روز آخره کنامی، دیگه واقعا روز آخره، دیگه قرمز پوشیده، قرمز 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 پوشیده بازیکن تیم، اصلا معلوم نیست که بازیکن کدوم تیم هست. فکر کنم اسمش دوان بود اگه اشتباه نکنم. نه، زاپاتا، زاپاتا. خب باشه، از این ویدیو امیدوارم که لذت برده باشی. رنتور حتما لایک رو بزنید که دمتون سابی گرمه. میبینمتون تو ویدیو بعدی. خدا نگهدار.